سلام، من بهنود مکری میزبان شما در شباهنگ ویژه هستم. خاک، شکوفه، آتش مستند جدیدی است از شبنم طلوعی، هنرمند ایرانی ساکن پاریس. او در این فیلم به طاهره قرة‌العین، یکی از زنان تاثیرگذار ایرانی پرداخته و زندگی پرفراز و نشیب این شخصیت بحث‌انگیز رو از جنبه‌های مختلفی به تصویر کشیده. این مستند در ماه‌های اخیر در شهرهای مختلف اروپا و آمریکای شمالی اکران موفقی داشته و با واکنش‌های مثبتی از سوی هنردوستا همراه شده. شبنم طلویی که برای نمایش این فیلم به واشنگتن سفر کرده بود، دعوت من را پذیرفت و گفتگوی مفصلی درباره این مستند، ویژگی‌های اون و فعالیت‌های هنریش داشتیم. توجه شما را به تماشای این برنامه ویژه جلب می‌کنم. هفت سالم بود. پدرم یه صبح تعطیل نوروز کتاب تاریخش رو باز کرد و برام از تو خوند. داستان زندگیت که شبیه قصه های بچگی نبود. اونقدر منو با خودش برد که خواب شبم تا مدت ها پر از رد قدمای تو شده بود. 10 سالم بود. تو خونه ی دوستم نشسته بودیم. سیب سرخ میخوردیم. و مادرش از روی یه جزوه برامون از توی شمشیر به دست نعره‌کش سوار بر اسب بدون زین میگفت. تجسم اون همه زمختی و خشم مزه سیب و توی دهنم تلخ کرده بود. 13 سالم بود. سر کلاس ادبیات بودیم که تو هم همه سوالا دست بلند کردم و از تو پرسیدم. سکوت شد و بعد معلم به استناد کتاب توی کیفش گفت: یادت باشه ما اینجا از شاعر بدنام ایران حرف نمیزنیم. زمان اونقدر گذشت تا یاد گرفتم تاریخ بی‌طرف وجود نداره، ولی پشت پیچ و تابای تاریخ حتما حقیقتی هم پنهانه و اون خود تویی. تو که یه شب ماه گرم تابستون مخفیانه در باقی خفت کردن و جسم بی جان تو به چاه انداختن. نامت فاطمه، ملیتت ایرانی، محل تولدت قزوین و لقبت طاهره قرة‌العین. شبنم جان بهت سلام میکنم. خیلی خوشحالم که در واشنگتن با ما هستی. به شهر ما خوش اومدی. مرسی. منم به شما سلام میکنم و به بینندگان عزیزتون. خیلی خوشحالم که دوباره در خدمتتون هستم. میدونم سفر خیلی کوتاه، چند ساعت بیشتر اینجا نیستی. تا حالا چطور بوده؟ بهت خوش گذشته؟ من و پسرم با هم اومدیم، شب واشنگتن رو دیدیم که خیلی قشنگ بود و الانم که در خدمت شماییم و فکر نمی‌کنم برسیم شهر رو ببینیم، ولی به هر حال برای من خیلی اتفاق خوبیه به خاطر اینکه میدونم چند ساعت دیگه دوباره از نزدیک قراره مخاطبین رو ببینم که اون میان فیلم رو ببینن و همینطور از طریق برنامه شما مخاطبین گسترده تری رو به ویژه در ایران شاهد تا یک طرفه ولی ملاقات میکنم. بنابراین اینا رو می‌نویسم به حساب واشنگتن. خیلی سفر خوبیه تو اینجا. دفعه پیش که با هم صحبت کردیم خب مفصل به جزئیات فیلم پرداختیم، ولی من میخوام با توجه به اینکه شاید بیننده‌هایی باشن که اطلاعات زیادی درباره مستندت رو ندارن، یه سری سوالاتی رو مطرح کنم که کمک بکنه اونا هم در جریان این بحث قرار بگیرن. توضیح میدی چرا این مستند رو ساختی؟ چرا تصمیم گرفتی فیلم درباره طاهره قرة‌العین بسازی؟ ببینم قصه قرة‌العین رو من وقتی که 7 سالم بود اینو تو فیلمم میگم، از طریق پدرم باهاش آشنا شدم. من همونجوری که بارها گفتم توی خانواده‌ای به دنیا اومدم و بزرگ شدم که نیمی باهایی هستن نیمی مسلمانن. اون مسلمان بعضیا شیعن بعضیا سنین، خلاصه خیلی فرهنگ‌های مختلف است. به هر حال پدر من که مربوط به اون بخش باهایی میشه، برای من
نوع روایتی که تاریخ بهایی از قرة‌العین میکنه خب تعریف کرده بود و برای من خب خیلی شخصیت جالب و اسطوره‌ای شده بود. کمی که بزرگتر شدم متوجه شدم حرف زدن راجع به قرة‌العین مثلا در مدرسه یه اتفاق گناه بود، یه خلاف بود، ممنوع بود. بزرگتر که شدم و وارد فضای تئاتر و سینما شدم، دیدم که چقدر عزیزان هنرمند، فیلمساز، نمایشنامه نویس چقدر راجع به این شخصیت تحقیق کردن، چقدر براشون ارزشمنده و چقدر دلشون میخواد به دلیل بافت دراماتیکی که زندگی این شخصیت هر گوشش داره دوست دارن راجبش بنویسن و اثری بسازن و اینها. و خب در ایران جز برای لعن کردن و توهین کردن به این شخصیت شما امکان صحبت در موردش ندارید، به همین دلیل خب کار نشده راجبش. وقتی که اومدم و ساکن فرانسه شدم و خواستم که فیلمی بسازم، دیدم که خب من در یه مملکت آزاد هستم، حالا این امکان رو دارم و خب بیام حالا با یه تحقیق خیلی گسترده تر و شناخت جنبه‌های مختلف زندگی این شخصیت بهش بپردازم. یه نکته دیگه هم که هست اینه که قصه زنی که در 170 سال پیش کلی در واقع تحت فشار حکومت و فشار سنت و فشار تندروهای مذهبی بوده، شما میبینید متاسفانه با شرایط زن در امروز ایران در قرن 21 چقدر نزدیکه، یعنی هنوز هیچ فرقی نکرده. قرة‌العین یه زنی است که میاد تغییر باور میده در ایران امروز ما برای زن مسلمان شیعه. اگر که میخواد اعتراض بکنه به یه ناعدالتی، به یه نابرابری، ببینیم شرایط همون جوریه. زندانی میشه، توی زندان از گفتگو با فرزندش محروم میشه، باید اعتصاب غذا بکنه بتونه صدای بچه‌شو بشنوه، اعتصاب غذا بکنه بچه‌ش بتونه پاسپورت بگیره از کشور بره بیرون. به هر حال فکر کردم اگه امروز این فیلم ساخته نشه پس کی باید ساخته بشه، و بله دیگه شروع کردم به ساختش که 2 سال طول کشید. مختصری درباره بخش‌های مختلف این فیلم توضیح میدی؟ دقیقاً چه مسیر و جهتی داره؟ ساختار فیلم چگونه است؟ فیلم قصه یک زن فیلمسازه، من و پسرم، که در جریان روزمره زندگیمون، حالا این مادر که فیلمسازم هست داره راجع به طاهره قرة‌العین فیلم می‌سازه. یعنی و حالا تعاملی که با بچه‌شم داره. این در واقع خط اون روایت فیلمه. در این میان من رفتم به سراغ افرادی که تحقیقات خیلی جدی آکادمیک دارن راجع به قرة‌العین با نگرش‌های مختلف، اصلا دین دارن یا ندارن من نمیدونم، ولی دلم میخواست به هیچ در واقع باور مشخصی متمرکز من نشم. یعنی قرة‌العین رو من سعی کنم که همونجور که آروم آروم در تحقیقاتم متوجه شدم چقدر از کانسپت یه ایده خاص، یه مذهب خاص خارجه و چقدر این زن جهانیه و گسترده است ابعاد شخصیتش، خواستم با حضور این افراد متخصص در واقع اینو برای تماشاچی اینو باز بکنم و قصه زندگی قرة‌العین رو از الف تا یا به قول معروف از ای تا زی شخصیتش رو یک دور بی‌طرفانه بیام به مدد حضور این اساتید اینو تعریف بکنم و برای تماشاچی در واقع طرح سوال بکنم. بنابراین من رو می‌بینیم که با پسرم هستیم ولی افراد آکادمیک میان صحبت میکنن و بعد صحنه هایی که به شکل شاعرانه، نه به شکل واقعا مستقیم که بازیگره رو ببینیم که طاهره قرة‌العینه، ولی به شکل تصاویر شاعرانه از مقاطعی از زندگی قرة‌العین، من اومدم بیشتر میتونم بگم شبیه نقاشی تا شبیه بازسازی مثلا سینمایی، در واقع اومدم اینا رو بازسازی کردم و ما یه رجعتایی هم به 170 سال پیش داریم. شبنم، نظرات مختلفی درباره طاهره قرة‌العین وجود داره، برداشت‌های متفاوتی وجود داره. تو در این فیلم از چه منظری به این شخصیت پرداختی؟ چه چهره‌ای از او ارائه می‌دی؟ ببینید این فیلم یک محقق تاریخی داشت به که هستن هنوزم، خانم دکتر ساغر صادقیان. من از ایشون خواهش کردم که آنچه که منبع وجود داره که برای من یا خود ایشون که به زبان انگلیسی مسلط قابل خواندن هست، قابل درک هست، همه اینا رو ایشون پیدا کنه و در واقع آرشیوی ایشون آماده کرد. برای همین ساخت فیلم میگم 2 سال طول کشید. اون چیزی که در منابع بهایی، ازلی، بابی،
جنبش‌های چپ ایران که خیلی به قرت‌العین بها میدن. منابع اسلامی تندرو از زمان قاجار که از این زن به عنوان بدکاره یاد کردن و صحنه‌هایی رو از زندگی او دارن ترسیم میکنن که اگه اونا رو میساختیم خیلی پرفروش میشد، الان اینجا داشتن در سینما رو میکندن، برای اینکه اینقدر اینا صحنه‌های نمیدونم سکسی عجیب غریب از اون ذهن این آدمای مذهبی تندرو اومده بیرون، اصلا یه چیز عجیبیه. ما به تمام اینا و اونا خیلی راحت در ایران اتفاق قابل دسترسیه، قشنگ تجدید چاپ میشه، همه اینا هست و حتی کتابایی که اخیراً در ایران چاپ شده بود، ما هر چی که بود واقعا سعی کردیم که به اینا دسترسی داشته باشیم و حالا از دل اینها به اون روایتی که میشه مستندش کرد، یعنی گفتش که آره واقعا این حرفی که داره زده میشه واقعا سندیت داره، ما بیایم از اون استفاده بکنیم و قرت‌العین رو میگم زندگیشو تعریف بکنیم. من تمام تلاشم در این فیلم این هست که شما کاملا شیفتگی فیلمساز رو نسبت به این شخصیت میبینید، یعنی کاملا مشخصه که من برام این زن یک زنی است که ارزشمنده، ولی اینکه مقدسه یا نه به هیچ وجه اینا نیست. توی فیلمم به این سمت نرفتم، سعی کردم علارغم شیفتگی که نسبت به این انسان و این زن دارم یک تصویر بی‌طرف ازش بدم و میگم طرح سوال بکنم دیگه برای تماشاچی و حتی برای خودم، برای اینکه این یه معمای زندگی این زن مثل یه چلتیکه است که خیلی از تیکه هاش نیست، فکر کنیم که حالا بقیه اینو چجوری با هم دیگه میتونیم بسازیم. به هر حال موضوع این فیلم یعنی پرداختن به این شخصیت خیلی بحث انگیزه، بحث گسترده‌ای رو به دنبال خودش داره. نگران جنجالی شدن قضیه نبودی؟ به حمله بشه، ترور شخصیت، انتقاد، دل مشغولی نداشتی؟ ببینید من به اجبار از ایران اومدم بیرون. وقتی که اومدم بیرون یکی دو تا وبسایت بی اینکه من اصلا هنوز اعلام کرده باشم که اون چرا اصلا بیرونم، عکس منو گذاشتن، نوشتن شبنم طلویی به دلیل مشکلات مذهبیش از ایران ممنوع کار شد و از ایران خارج شد. من اصلا حرفی نزده بودم. یه جاهای سایتای اکتیوی در فعالی در ایران اومدن نوشتن که این خائن بوده، این جاسوس بوده، این وطن فروش بوده، از ایران اومده بیرون. اصلا کی گفته این بازیگر بوده؟ یعنی من تازه فهمیدم آها، حالا من باید بیام برم بنویسم من 5 بار جایزه گرفتم از فستیوال فجر، من نمیدونم 2 بار بهترین بازیگر، من این کارا رو کردم. یعنی اون موقع که اصلا من فقط از ایران اومده بودم بیرون، ولی حمله شروع شد. یعنی از اونجا یه دفعه بیدار شدم، فهمیدم ای داد بیداد، یه فشاری باعث میشه که آدم از تعلقاتش، از کشورش مجبور شه بیاد بیرون. بعد حالا اگه شما اسمتون دوباره بیاد فوری میخوان با این چیزایی مگس کشوری بزنن تو سرتون، محبتون بکنن از طریق اون در واقع بنیاد قدرت در ایران. به خاطر همین دیگه الان بعد از دیگه 13 سال دیگه وقتی راجع به قرت‌العین صحبت میکنین دیگه کاملا قابل پیشبینیه، ولی خب در کنارش باستابای عجیب غریب مثبت هم داشته که خب شاید باید بگم منتظر اون بد و بیراها بودم که خیلی تعداد معدودیه، ولی چون قدرت دارن تو بلنگو را میافتادن، شعار میدادن این شکلیه دیگه، تو پشت دادن هم همینجوری هن، اون صداها شنیده میشه، ولی تعداد بسیار زیادی شروع کردن واقعا واکنششون دادن، نوشتن، مسیج فرستادن، گفتن ما اصلا این شخصیت رو نمیشناختیم. و خب من منتظر این ماجرا نبودم، این بیشتر منو هیجان زده. چون گفتی مجبور به ترک ایران شدی، این پرسش رو مطرح میکنم به خاطر که در طول این سالا خیلی اینو از خود منم پرسیدن، آیا واقعا ناچار به ترک ایران شدی؟ نمیشد اونجا بمونی کار کنی، در فیلم های تلویزیونی یا سریال ها بازی کنی؟ ببینید قصه ممنوع‌کاری من، ببینید الان دیگه انقدر همه ممنوع‌کار میشن، هم میان از ایران بیرون و اینا به دلایل مختلف، یه ذره دیگه ماجرا مثلا عادی شده، ولی اون موقع اینطوری بود که خب یه اتفاقی که بار با خانم تسلیمی صحبت می‌کردیم، گفتن اون موقع که من اومدم از ایران بیرون نه اینترنتی بود و نه این ماجراها بود و همه چی تو سکوت گذشت، الان دیگه انقدر هر چیز کوچیکی ابعادش بزرگ میشه که دیگه ما عتیقه شدیم. حالا در واقع موقعی که من از ایران اومدم بیرون، البته اینترنت و این چیزا بود، ولی موقعی که در ایران بودم خیلی اتفاقا این ماجرا خیلی توی کسی صدا در نیاد و اینجوری بود و در چند مرحله اتفاق افتاد. ببینید من سالها داشتم تئاتر کار میکردم، خب مشکلی هم نداشتم، به مشکلی برنخورده بودم. یک بار مدیر
تئاتر مدیر اون موقع من رو صدا کردن و گفتن از تو ما در مورد تو نامه هایی دریافت میکنیم از طریق همکارانت و ما اینا رو چشم پوشی میکنیم برای اینکه تو همه چی درسته و نمیدونم کار درست هنرمندی فلان و اون موقع هم چند تا جایزه گرفته بودم فقط حواست باشه که یک شایعاتی در هلهوش تو هست وارد خب هیچ جزئیاتی هم نشدن من حدس میزدم ایشون دارن چی میگن ایشون هم بزرگوارانه گفتن ما به عنوان مدیر دولتی مدام داریم نامه دریافت میکنیم هم از حراست ها از وزارت اطلاعات و هم از همکارهای شماها دیگه بسته به شرافت و وجدان خودمون داره که تا کجا بخوایم بریم جلو ایشون بسیار آدم شریفی بودند و هستند و هر دفعه یادشون میکنم همیشه واقعا برای من با احترامه و در واقع فقط به من این آگاهی رو دادن و من کارم رو ادامه دادم تا اینکه وارد سریال بدون شرح شدم یه سریالی بود که هر شب پخش میشد خیلی مخاطب داشت مردم دوست داشتن و من و دو بازیگر دیگه به این سریال اضافه شدیم بعد از چند جلسه از طرف حراست اومدن و حراست هم ظاهراً یک شاخه ای از وزارت اطلاعات اومدن با یه فرم 13 صفحه‌ای و گفتن شما که جدید اومدید اینو پر بکنید خب سومین سوال اینه دیگه اسم فامیل مذهب من در میگم یک خانواده ترکیبی بزرگ شدم من انتخاب کردم در 15-16 سالگیم که من میخوام باهایی باشم ولی خانواده مسلمون من اصلا نه هرگز منو تحت فشار گذاشتن نه به من کاری داشتن فقط همین گفتن حیف تو نیست انقدر باهوشی دانشگاه نمیتونی بری چون باهایی رو خب دانشگاه راه نمیدن و حالا به من این لطف داشتن خب من یه جای دیگه سعی کردم خودم رو پیدا بکنم من واقعا به همین شکلی که دارم میگم علارغم تمام فشارهایی که رو باهایی هست من گمان میکردم که خب به عنوان باهایی ما دروغ در مورد مذهبمون نمیگیم مگر اینکه بخوایم نباشیم واقعا خب میگیم نیستیم خب من باهایی بودم مثل اینکه اسمم شبنمه من اونجا نوشتم باهایی و در کمال ساده‌لوحی این گمان رو میکردم که به دلیل اینکه سوابق خوبی دارم در کاری که کردم به دلیل اینکه دارم صداقت نشون میدم به دولت وقتی که داره از من سوال میکنه اتفاقا این صداقت برای اون خیلی قابل احترامه برای اینکه نه من مبلغ بودم نه من آدم دادار دزور کنه مذهبی چیزی بودم و به من اجازه میدن به کارم ادامه بدم شاید اون مدیر دولتی عزیز در تئاتر یه ذره منو دچار این اشتباه کرده بود که همه مثل ایشون شریف هستن به حال این اتفاق نیفتاد و اصلا تبدیل شد به یه چیز عجیب غریبی و من رو خواستند و تهدید شدم و به من گفتن اینجایی که نشستی تو میدونی وقتی من رو خواستن و رفتم در حراست صدا و سیما گفتن میدونی اینجا که نشستی ما کیو انقدر زدیم که خون بالا آورده مثلا گفتم کی اسم فلان بازیگر مهم کمدین که امروز البته ایشون خیلی راحت داره کار میکنه گفتن ایشون یه جنگی رو کار میکرد ما انقدر زدیمش که نمیدونم فلان شده اینا خلاصه یعنی با این تهدیدا و گفتن میدونی کجایی گفتم تو حراستم گفتن نه خیر شما الان در یک اتاق وزارت اطلاعات هستی خدافظی کردی با خانواده تو یعنی اصلا اینجوری شروع شد و خب به هر حال نهایتاً به اینجا رسید که شما بیا و بنویس که من مسلمانم برای اینکه تو الان یه آدم شناخته شده هستی و تو حالا کجا بودی ما نمیدونستیم و اینا و به کارت ادامه بده اون آقایی که اسمش حاج آقا کلانتری بود من در یک مصاحبه تلویزیونی دیگه هم گفتم اگر منو میبینید آقای کلانتری سلام من خیلی به شما مدیونم اگر امروز اینجا نشستم حرف میزنم به خاطر کاریست که شما کردی با من ایشون به من گفت یه کاری میکنم بابت یک لقمه نان به التماس بیفتی یعنی جوری منبع مالی تو قطع میکنم که اینجوری بشه و در سالهای اولی که فرانسه اومده بودم آقای کلانتری این اتفاق بر من افتاد و در سال اول برام خیلی سخت بود بخوام یه دونه نون باگت بخرم ولی شما به من یاد دادی که من بتونم رو پای خودم وایسم من اینا رو دارم میگم که بقیه اگه دچار مشکل میشن بدونن که هیچ کس اگه آدم میخواد رو پای خودش وایسه مانع آدم نیست و آدم میتونه راهش رو ادامه بده به هر حال تبدیل شد به یه بازی ترسناک که تو باید چون ما نمیدونیم با تو باید چیکار کنیم و مردم الان میشناسنت و حالا بیا و بگو که من مسلمونم خب اول منو تو تلویزیون ممنوع کار کردن من همجوریشم تو تئاتر به لطف اون مدیریت و در واقع دوستان عزیزم داشتم همجور کار میکردم و بعد ممنوع کاری من رسید به سینما قرار بود تو فیلم شبانه کار امید بانکتار و کیمان من چه قصه‌ای دارم میگم جلوی دوربین وی او ای برای مخاطبین شما و خلاصه ممنوع کاریم رسید به سینما که قرار بود نقش اصلی فیلم شبانه رو بازی بکنم و بعد مدیریت ها عوض شدند و بعد من ممنوع کار شدم متأهل احضار میشدم هی بیا باید بگی من
مسلمان هستم و هی هم من اعلام میکردم، می گفتم من اصلا با اسلام مشکلی ندارم. مثلا اولین آشنایی من با مذهب از طریق مادر بزرگ شیعه بسیار مؤمن و معتقد من بوده. اصلا برای من اذان مؤذن زاده، امروز هم من تو امریکا و فرانسه و اینا جاش برای من خالی صبح عادت کردم کرده بودم با اون بیدارشم، مثلا مشکلی ندارم. ولی همونجور که اسم من شبنم طلوعیه، شما اگه نمیدونم اسم الیزابت لومن بزنید خیلی هم قشنگ تره. به من نیستم، من مسلمان نیستم، با تمام تعلقی که به هموطنان مسلمان و خانواده مسلمان، اصلا بیدین هرچی دارم. و خلاصه کوتاه نمی اومدن دیگه، و من رو دیگه در تمام، یعنی آخر سر نامه ای که یک عزیزی باز مأمور دولت ایشون به من لطف کرد از توی حراست، چون من خیلی هی میرفتم و هی میگفتم من میخوام کار کنم، به من گفت شما اینجا معطل نشو، این نامه رو بگیر و برو. نامه محرمانه است و نوشته فعالیت نامبرده در کلیه رشته های هنری ممنوع می باشد. یعنی مثلا عکاسی هم نمیتونستم بکنم، نمایشگاه بذارم. و خب این شد که من دیگه از ایران اومدم بیرون. من اصلا نمیخواستم از ایران بیام بیرون، اصلا نمیخواستم ممنوع کار بشم، ولی من بابت آنچه که بهش باور داشتم فقط صداقت رو خرج دادم و خب تاوان گنده ای پرداختم. وقتی از ایران اومدم بیرون، در اون یک سالی که الان به آقای کلانتری گفتم، واقعا من افسردگی خیلی شدید داشتم. یعنی اصلا اینجوری نه، آدمو فکر میکنن شما شاید هم الان بعضیا هستن از ایران میان بیرون و میگن هورا من پناهنده شدم، ممنون کارم، به به اینا، و عکس میگیرن. این مورد من نبوده. من وقتی که از ایران اومدم بیرون با یه دنیا درد اومدم بیرون. من اصلا احساس میکردم گم شدم. من نیومده بودم اینجا وایسم ازم عکس بگیرن و اینا. من دنبال این بودم که اون شبنمی که در ایران بود رو پیدا بکنم دوباره تو کشور دوم. و کاملا گم شده بودم، کاملا افسرده بودم و اصلا فکر میکردم زندگیم دیگه معنایی نداره. خیلی زمان برد تا خودم رو پیدا کردم، ولی خب بالاخره زندگی ادامه داره و خوشحالم که امروز میتونم حالا حرفای دیگری که تو ایران نمیتونستم بزنم با مخاطبین بزنم. همونجور که پیش بینی میشد، برخی از سایت ها و نشریات و محافظه‌کار دولتی بهت حمله کردن، ازت انتقاد کردن، گفتن داری بهائیت رو تبلیغ میکنی یا با بودجه یه سری افراد معلوم الحال دنبال اهداف ضد ایرانی و غیر اسلامی هستی. ناراحتت میکنه؟ اهمیتی به این چیزا میدی؟ الان دیگه نه. اولین باری که خیلی این ماجرا رو جدی گرفتم زمان بعد از انتخابات سال 2009 در ایران بود، که در روی رد کارپت در جشنواره ونیز خانم شیرین نشاط خواستن که ما به دلیل اینکه با مردمی که یک جنبشی رو در ایران راه انداخته بودن به اسم جنبش سبز و سرکوب شدن بخوایم همدلی بکنیم، روی اون رد کارپت که حالا یه فرصتی به ما داده شده به جای اینکه حالا لباس ورساچه و فلان و اینامونو نشون بدیم یه چیزای سبز یا کاملا پوششمون سبز باشه یا شال سبز بندازیم که این همراهی رو با در واقع اون اکثریتی که اومدن و اعتراض کردن داشته باشیم. خب من اونجا به حرف ایشون گوش کردم با کمال میل، هم لباس سبز پوشیدم و هم همراهی کردم این حرکت رو مثل بقیه بازیگرا. اون موقع دیدم یه چیز عجیب غریبی در ایران نوشتن که خانم شیرین نشاد و من، نمیدونم چرا فقط من، چون کلی بازیگر اونجا بودن، یه بودجه کلانی گرفتیم از دولت نمیدونم امریکا و اسرائیل و یک پروژه‌ای هست به اسم پروژه مدعا، خیلی هم تئاتری و اینا، و اینکه قراره که مادر وطن رو بیایم ما بریم رو اون رد کارپت بکشیم و خب یعنی اون موقع من خیلی جدی گرفتم و فکر کردم نباید جواب بدیم، از عشق وطن بوده، از عشق. بعد فکر کردم که منو متوجه کردن که آروم باش، نه اصلا اینجوری نیست، این رو همه میگن، هر کی که میاد از ایران بیرون و قرار بوده اسمش نباشه هست اینجوریه. خلاصه دیگه الان دیگه بعد از اینکه شما با من مصاحبه کردید برای نمایش رقص پاییزی، اومدن نوشتن که باز همینجوری که این یه نفر اومده راجع به نمیدونم از زندان‌های گوانتانامو اومده به اسم زندان‌هایی که در ماجرای سال 2009 بوده نمیدونم اینا رو به هم ربط داده، و یه نفر یه نمایش با بودجه نمیدونم همون دولت‌های معلوم الحال و آدم‌های معلوم الحال. بنابراین دیگه الان نه، واقعا دیگه میدونید شما وقتی راجع به طاهره قرة‌العین صحبت می‌کنید که این همه آدم نشستن و گفتن این زن فاحشه بوده، یه زن عالم و مجتهد، و میگم اون صحنه های خیلی سکسی اروتیک و اینا راجبش نوشتن، اینقدر بودجه گذاشتن، اینقدر اندیشه گذاشتن که در واقع تمناهای فکری خودشونو جوان ها امروز میگن فانتزی، فانتزم اینجوری میگن اینا رو بیان راجب این زن در واقع بیاد مجسم بکنن، دیگه من فکر میکنم حالا بیان مثلا بعد از 170 سال حالا بگن ما از آدم های معلوم الحال پول گرفتیم اشکال نداره دیگه، الان مثل جوکه اینا.
این مستند رو در شهرهای مختلفی نشون دادیم، به کشورهای مختلف رفتی. واکنش‌ها چطور بوده؟ چه بازتابی داشته؟ خودت از نتیجه کار راضی هستی؟ کسانی که خیلی راجع به قرة‌العین اطلاعات دارن معمولاً میگن که چرا شما عمیق‌تر نشدید راجع به آثار مکتوبش؟ چرا راجع به باورش صحبت نشده تو این فیلم؟ این اعتراض چند جا به من شده. ولی کسانی که کمتر راجع به قرة‌العین میدونن خب میگن ما خوشحالیم که اتفاقا خیلی وارد یه جنبه فقط نشدی و به شکل در واقع گسترده داری به ما یه سری اطلاعات میدی و طرح سوال برای ما میشه. این میگم همون هدفی بوده که ما داشتیم برای ساخت این فیلم، من و اون آدم های معلوم الحالی که دارم، من و در واقع خانم لادن دوراندیش که مشاور و مجری طرح کار بودن و اصلا پرژن میدیا پروداکشن. یعنی وقتی طرح من رو پذیرفتن این توضیحات رو دادم و خب قرار شد که این فیلم رو بسازیم. این بازتاب میگم بیشتر بوده و اینو من خیلی یعنی خوشحالم. یه نکته دیگه اینه که بعضیا دوست دارن تو این فیلم طاهره قرة‌العین رو ببینن، مدل واقعا فیلم‌های داستانی و اینا، یعنی میگن ما چرا مثلا دست‌های خانم این صورتش رو نمی‌بینیم. خب من اصلا دنبال این نبودم، حتما یک روزی هالیوودی همچین فیلمی خواهد ساخت، خب من آخرین نفرم که میرم اونو تماشا میکنم، برای اینکه دوست ندارم اینجوری ترسیم بشه. ولی گمان میکنم که چون این فیلم اولین فیلمه که راجع به قرة‌العین ساخته شده، بنابراین بیشتر تمرکز آدم‌ها رو موضوعشه تا روی ساختار فیلم، و گمان میکنم که حالا فیلم های بعدی که من امیدوارم حتما راجع به این شخصیت، راجع به لایه های مختلف زندگیش، چون هر کدوم میگم یه فیلم ساخته بشه، اون وقت بشه که یه ذره از وجوه دیگرم اومد حالا اینو به عنوان یه اثر اینجوری بررسی کرد. ولی بیشتر این بازتاب، خیلی صادقانه بگم که خیلی هم راستشو بگم، خیلی با ترس خب این فیلمو ساختم، منتظرش انقدر نبودم، اینه که خیلی مثبت بوده. وقتی هر دفعه فیلم تموم میشه واقعا یک صف عظیمی از تماشاگرها میستن، حالا غیر از محبتایی که دارن برای عکس گرفتن نه، ولی میستن و با من حرف میزنن راجع به این شخصیت، و خب این برای من خیلی جالبه. خیلی آدم‌ها همین چند شب پیش در آریزونا باز پیش اومد، میان میگن ما مسلمانیم، مرسی که شما، ما منتظر بودیم یه فیلمی ببینیم که تو میخوای راجع به ایده های قرة‌العین یا به اشتباه فکر میکنن راجع به مثلا باورهای باهایی میخوای صحبت بکنی، و مرسی، یعنی ما یه ذره با تردید اومدیم فیلمو دیدیم، الان با افتخار داریم میریم بیرون که بگیم بیاید این فیلمو ببینید. خب من از این بابت خیلی خوشحالم. بعد از اینکه اکرانتون در شهرهای مختلف تموم شد، چه برنامه‌ای برای مستند دارید؟ آیا در آرشیوی در وبسایت قرار می‌گیره تا کسایی که احتمالاً نتونستن در اون شهرها تماشا کنن در یه فرصت بهتری بتونن اون رو نگاه کنن؟ میدونید که این فیلم از یکی از شبکه‌های تلویزیونی هم پخش شد و 5 تا اکران داشت که خب خیلی تو ایران دیده بودن. این اینستاگرام خوبیش اینه که شما، بر من همیشه این شکلیه، من میگم احساس میکنم یه عکس که آدم میذاره رفته سر چهار ولی از تو تهران وایساده، همجور همه دارن رد میشن و نظر میدن، خیلی جالبه، مثبت و منفی آدم فوری واکنش داره. خب من از طریق اونجا فهمیدم که چقدر هر بار که این فیلم پخش شده دیده شده، چقدر بازتابای مختلف داشته، بیشتر مثبت، ولی خب یه بد و بیرایی هم اومدن طبیعتا به من گفتن که اشکال نداره. کسانی هم بودن ولی علارغم این که این فیلم پخش شد باز دلشون میخواست که این فیلمو ببینن چون نتونسته بودن ببینن. به هر حال تهیه کننده این تصمیم رو داره که بعد از اینکه این نمایش ها تموم شد فیلم رو قرار بده هم روی فیسبوک به صورت لایو اصلا ما بتونیم صحبت بکنیم بعد از دیده شدن فیلم، یعنی بیان هر صحبتی دارن با من بشه مستقیم، و همین که فیلم روی وبسایت ها قرار بگیره که بتونن به شکل آنلاین برن و فیلمو ببینن. منتها ممکنه مثلا خیلی سریع یکی دو ماه آینده نباشه، ولی قطعا این اتفاق میفته. خب شبنم جان، گفتنی ها که بسیاره، ولی خب فرصت ما به پایان رسیده، امیدوارم در یه دیدار بعدی بتونیم راجع به جزئیات بیشتر کارات صحبت کنیم. ازت تشکر میکنم که دعوت ما رو واسه انجام این گفتگو پذیرفتی. خیلی ممنونم، منم از شما واقعا متشکرم. من نمیدونم چقدر مخاطبی که داره این برنامه رو میبینه صورت شما رو اون چیزی که من میبینم میبینه یا نه، ولی من میخوام الان بهشون بگم که من هر دفعه با آقای مکری صحبت میکنم احساس میکنم رفتم در یک جلسه تراپی، برای اینکه انقدر شما خوب گوش میکنید و انقدر سوالاتتون انقدر پشتش تحقیق هست که منو خیلی گاهی وقتا حتی به زیاده گویی وامی دارید. خلاص امیدوارم نه سر شما رو درد آورده باشم نه مخاطبین عزیز رو، و خیلی ممنونم که تا اینجا تشریف آوردید و ازتون خدافظی میکنم.
تشکر میکنم برای آرزوی موفقیت دارم در ادامه برنامه ها و پروژه‌ای که در پیش داری. مرسی. این صدای آمریکاست.